روز چهارشنبه آقای دکتر حدود ساعت 11:30 صبح منزل ترک میکنه و حدود ساعت 7 شب با همسرشون تماس میگیرن از کلانتری، بهشون میگن که این ماشین که همسر شما ساعت 6 آتیش گرفته و خب یه جسدی هم که منتصب به آقای دکتر هست، البته هنوز اعراض هویت نشده، از دخترشون آزمایش دی ان ای کردن که باید ما منتظر باشیم جواب آزمایش دی ان ای بیاد، ولی احتمالا جسد برای ایشونه. جسد عقب ماشین بوده و سوخته بوده و آنطور که پلیس گفته قبل از اینکه جسد سوخته بشه با ضربات چاقو که به ناحیه شکم و اینها وارد شده بوده این شخص فوت شده بوده که خب به خانواده اطلاع میدن. اما اونجا در مجاورت اون خیابون که ماشین درش واقع بوده، خیابون تیمین بلوار که نزدیک خونه آقای دکترم بوده، این آتش سوزی که انجام شده یه بانکی بوده، بانک صادرات، یکی از کارمندای اون بانک دیده که یک پژو پرشیا سفید یا این ماشین آتش زده و متوجه شده و حتی اون کارمند شمارش هم یادداشت کرده. این سرنخ‌هایی که ما داریم، این قتل میتونه خصومت شخصی باشه و میتونه نباشه، ما نمیدونیم. در واقع تحقیقات بعد اینو نشون بده در اون پروسه قانونی و قضایی. ما خواستیم که تلفن و پیامک‌ها و تلگرام آقای دکتر از طرف مقام قضایی مورد استلام قرار بگیره که ببینیم آیا میتونه خصومت شخصی باشه یا نه. احتمالات مختلفی وجود داره. ایشون یه شخص فرهیخته و از نظر شخصیت و اخلاقی وارسته بود، حتی مواردی بود که دیگران از نظر روحی مشکل داشتن ایشون کمک میکرد. به هیچ عنوانی همچین چیزی نمیتونه متصور باشه که خودکشی باشه، اینها کذبه. و اگر ادامه بخواد پیدا بکنه که بخواد روی تحقیقات دادگاه اثر بگذاره، قطعا ما حق پیگیری قضایی رو در مورد این اکاذیب برای خانوادهش محترم خواهیم شمرد.